بفرمایین حالتون چطوره؟ عالی! ماشاءالله صدای قوی خفن درجه یک. خاندونه تو خونه هاشون چطوره؟ عالی! ایشالله حال منم عالی، حال خاندونه پشت صحنه؟ عالی! به به، خیلی خوشحالم میبینمتون، خیلی خوشحالم میبینمتون، خیلی ممنون که اومدین و سعی میکنیم امشب با همدیگه کنار همدیگه دور همدیگه یک برنامه سرحال گرم باحال شاداب بسازیم و تحویل تماشاچی ها و خندوانی عزیز که تو خونن بدیم، حالش رو ببرن، لذت ببرن، یه چند ساعت 100 دقیقه اینا از ذهنشون رو دور کنن از موضوعات روز. اینه که میریم خونه هم مهمونی میدیم، معاشرت میکنیم با هم دیگه. نمیخوام خیلی شروع برنامه رو معطل بکنم، بریم سراغ بقیه برنامه که میخوایم مهمون بیاد و بازی کنیم و جناب خان داریم و کلی کیف دیگه و فقط شادیه برنامه‌مون رو تقدیم بکنیم، درسته؟ من یه چند تا دارم، شما هم یه چند تایی زیادتر دارید. من اول بگم، من پیشنهادم اینه که در کنار انتخاب‌هایی که هر شب عزیزانمون میکنن توی استودیو، اونا رو که داریم هیچی، اینا رو هم اضافه کنیم. خانواده سینما، خانواده تئاتر و خانواده تلویزیون، حالا این وسط مخصوصاً شبکه نسیم، همه کارکنانشون و همه برنامه سازهای شبکه نسیم که شبکه خودمونه. خب یه دست برای همشون بزنید. خب همه کسایی که دارن در سینما، در تئاتر، در تلویزیون واقعا کار میکنن، زحمت میکشن، اثر تولید میکنن و هدفشون اینه که شما لذت ببرید، فکر بکنید و با اون اثر چیزی به زندگی خودتون و فکر خودتون اضافه بکنید. حالا در حوزه کتاب و مطبوعات و غیره و غیره هم وجود داره که اونا حالا در یک شب دیگه. خب بگید کیا رو انتخاب کردین؟ کسایی که گفتین آها در ارتقاء سطح فرهنگ مردم تلاش میکنن، چه باحال، اینم میتونه جزوش باشه، خیلی باحاله. دیگه فروشنده ها و کاسبایی که مغازه دارایی که آب سرد کن تو این گرما میذارن دم در یا در دسترس باشه که آبرین که رد میشن بتونن آب خوردن استفاده کنن. چی؟ آها، غریق نجات ها، امدادگرها، هواداران تیم بارسا. این خیلی چیز بامزه‌ایه. کسایی که پیراشکی رو با سس شکلات زیاد دوست دارن و میخورن ها؟ کیا اینجوری هم؟ یه دست بر خودتون بزنید. خب ما امشب از خاش مهمون داریم، تماشاچی عزیزمون دوتا هستن، دوتن بلند شیم ببینیم اتون. بیاین جلو لباس قشنگتون رو ببینیم. به به، خیلی خوش اومدیم، خوش اومدیم. سلام ما رو به خاش برسونید، به افتخار خاش. بریم برای تقدیم شادیمون. برای همه اسامی، عناوین، عزیزانی که اسمشون رو آوردیم به احترام همتون میستیم و شادی برنامه امشب رو از ته دل و عشق تقدیمتون میکنیم و میگیم به افتخارتون.
بفرمایید. با محمد درخشان هم کلی بازی کردیم. هی جهت عوض کردم، اونم دقیق و مسلط مثل همیشهش کارشو درجه یک انجام داد. من واقعا از همتون خواهش میکنم یه دست برای محمد درخشان، کارگردان تلویزیونی خندوانه که کارگردان تلویزیونی دور همی هم هست، یه دست درجه چیزم هست، سیما آخر هم هست، خیلی کارهای مهمو توی تلویزیون، پروژه های سخت رو کارگردان تلویزیونی کرده، یار درجه یک، با حوصله و ماه و به شدت قابل اعتماد و قابل تکیه‌ایه. ممنونم محمد درخشان. الان تو داری منو تماشا میکنی، کات میزنی به اون، کات میزنی به اون، کات میزنی به اون، کات میزنی به اون، کات میزنی به اون بالا. دمت گرم، دوستت دارم، یه دست براش بزن. بریم بیایم، آماده، یک، دو، سه، بریم بیایم. یک دو سه من وقتی میگم از جا بپر، با هر دستای ما پاشو از روی غصه بپر، گوله بار تو بیار، حرفامونو توش بذار، دستاتو ببر بالا، بازی شروع شد حالا، آسمون تو ببین، اگه شب ستاره بچین، غمها اگه بیخوابن میخونیم تا که بخوابن، با انرژی همه ما، همه خندوانه ای ها، دنیا چشمک میزنه، میشه هم رنگ نواها، بام 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 بارا بابام، 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 بام 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 بارا بابام. حالتون چطوره؟ عالی. خب خانم آقایون، میخوام دعوت کنم از مهمون امشب خندوانه که نمیدونم چرا تا حالا نیومده بوده، یا چرا ما این هماهنگی بینمون اتفاق نیفتاده که بیاد زودتر از اینا، بیاد خیلی دیر کرده برای اینکه بیاد به خندوانه. اه این چه وضعی اصلا، نه؟ مهمون اینقدر شیرین، دوست داشتنی، ماه مؤدب، خوشتیپ، خوش صدا، ناناز، بلا، چرا باید اینقدر دیر بیاد؟ پس بزن دعوت کنم بیاد با هم معاشرت کنیم، او اصلا یه کاره قراره بکنیم، کیف کنیم. دعوت میکنم از حمید هیراد. بیا تو. نه رو بمونم. خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. بفرمایین. چه کوچلوار قشنگی، چه تیپ قشنگی، چه تشویق خوبی. نه بفرمایین، یک تشویق به افتخار خودتون. ببخشید من پشتم به شماست، معذرت میخوام. ببخشید. مرسی. سلام مدیرت، خیلی مخلص. چاکرم، اینقدر هیجانی بودم. حال خوب داده؟ عالی اصلا، راست میگی؟ همه چی عالی. الان انرژیت بالاست و من که خوشحال و راضی. الان ازم راضی؟ من کی باشم؟ خیلی خوش اومدی. داشتم میگفتم که خیلی دیر کردی برای اینکه بیای خندوانه. همین که لایق دونستیم منو. چاکرم آقا، ما خیلی وقته که دلم میخواد تو اینجا باشی. اختیار داری عزیزی، مخلصم. و اوضاع چطوره؟ حالت چطوره؟
کدوم حال؟ حال چطوره واقعا؟ حال خودتونم میدونین دیگه، حال روحی ما و حال تمام این لب، چون کارمون صحنه هممون به هم وصلیم و تنها خواسته ای که واقعا همین اولش همیشه داشتم الانم هم دارم این که خدا سلامتی، شادی، یه دنیا حال خوب به دل تک تک مردممون حالت یه هدیه واسمون بیاره. آره. و اینکه همه حالشون خوب باشه، همه اصلا ایشالله. فرق نمیکنه کشور ما ایشالله. کل جهان بله. حال کل بله. جهان خوب بله. باشه ما هم خوبیم ایشالله. و بگو که خوابت چطوره؟ بعد خب بگو چجوری؟ خیلی از خواب خوشم نمیاد، یعنی نه من خواب دوستم ولی کم میخوابم. خب بگو. ترجیحاً تا 5-6 صبح بیدارم، ولی خب یا کتاب میخونم یا ساز. مثلا 5-6 میخوابی کی پا میشی؟ خیلی نمیخوابم، 9-10 بیدار میشم. 9-10 3-4 ساعت میخوابم. اوه. یعنی اگه خدا یه نیرویی بهم میداد که نمیخوابیدم عالی میشه. آها راضی‌تر و خوشحال‌تر بود. اصلا نمیخوابیدی. دوست ندارم خیلی. احساس میکنم که اون تایمرم باید تلاش کنم، باید بدوام. ولی آخه واقعا استراحت و خواب خیلی نیازه. خیلی نیازه. خیلی خیلی. و تایمایی که کم میشه اصلا خود بدن خودش نشون میده. آره. میگه الان میشه آره. بگیری بخوابی. آره. آژیر میزنه. آره. خورد و خوراک چطوره؟ خوبه. نمیگم نه اصلا. نه. سه وعده رو سعی میکنم که متناسب. چه چیزی هستی؟ چقدر اهل ریاضت و کم آب و کم غذا و آشپزی ولی بلدی؟ خیلی. به به. خیلی هم خوبه. چی آشپزی؟ مثلا خیلی خوب؟ چیزایی که سخته رو خیلی خوب درست میکنم. مثلا میرزا قاسمی، فسنجون، قرمه سبزی. خیلی چیزایی که واقعا سخته. آره. آفرین. آره من مادرم توی تایی. کجایی هستی؟ من اصالتا گیلانیم. کجای گیلان؟ میشه حد فاصل اگه بگم میشه بین رودسر و رامسر. به به. آقا من میگم یه دست برای گیلان بزنیم آقا. نه من عاشق گیلانم، به خدا عاشق گیلانم و عاشق غذای گیلان و گیلکی. اینقدر که تنوع داره غذاشون اصلا بی‌نظیره. با این برگم یه غذایی درست. آره به خدا. آره من میگم هر دفعه مثلا یه وقت تایمایی که از سر کار شده برم پیش مامانم میای رفتن... تمرین کنی به جای تایم بگی وقت یا زمان؟ چشم. تمرین کنی هر زمانی که شده برم پیش مادرم. چقدر دقیق. خیلی سری، یعنی من میگم چقدر شما باید دستت فرض باشه که این کار رو انجام بدی. در کمتر از مثلا 3-4 دقیقه ماشالله سری یه غذای سخت جلوم بود. ماشالله مامان نمیشه اصلا. آفرین. ایشالله که خدا همه مادرها رو بله. سعی و سلامت نگه. ایشالله. بگو که چند تا خواهر برداریم؟ من به جز خودم 2 تا برادر بزرگتر دارم. که اونا اسمشون چیه؟ حامد و حسین. و اونا چی کار میکنن؟ حسین شغلش آزاده، حامد هم شغلش آزاده. و اونجا هن؟ یا اینجا هن؟ نه نه، پدر مادرم حدودا فکر کنم 52 ساله که تهران هن. تو اصالتا اهل اونجایی برای خود تهران بدونی؟ من خودم بدون تهران بدونیم. ولی خب گیلکی بلدی؟ سعی میکنم. کم؟ خیلی کامل متوجه میشم ولی خب صحبت کردنشو، ولی خوندن گیلکی کامل بلدم. چه باحال. داری چیزی الان یه ذره بخونی؟ خوندن؟ آره یه کاری خودم ساخته بودم در رابطه با مادر، بعد معنیشم میتونم بعدم بهتون آره بگم. شب نصف شب تیغاب اکسره کشهی بگیرم تی اکس سر انقدر بزم موچه کتاب میرم مرب و گفت بینو شو دریا کنر پیاده قربان بشم تی چومره میمیشت مر ساده آی میمر آی میمر دنیا وفا نداره هر کی خنه بشو بشو خدا تره بداره. ببین صدای خوندنش با صدای حرف زدنش مدلش خیلی فرق داره. خودش وقتی هم میگه آره بعدا نه بعدا میگه آره اینقدر صدا داره ماشاءالله ماشاءالله. ببین
حمید یه کاری بکن، بچه های موسیقی الان هستین؟ ای بهزاد خودت اینجای یه همکاری بکنی، یه کار ترکیب بکنی، شما هم باش همراهی کنی همین آهنگو. شب نصف شب تیغاب اکسرم کشنی بگیرم تی اکس سر انقدر بزم موچه کتاب میرم مرب و گفته بینو شو دریا کنر پیاده قربان بشم تی چومره میمشت مر ساده آی میمر آی میمر دنیا وفا نداره هر کی خانه بشو بشو خدا ترب داره آی میمر آی میمر دنیا وفا نداره هر کی خانه بشو بشو خدا ترب داره خیلی قشنگ باری کله بچه ها مرسی ازتون مرسی از همه معنیشو بگو به همون میگه شب نصف شب قاب عکس تو رو هر جایی که باشه بغل میگیرم روی عکست انقدر میبوسمت یعنی انقدر که عکس تو میبوسم تا دیگه اصلا از بین برم آخه به هم گفته بودی که تنهایی هیچ وقت نرم دریا یعنی کنار دریا آره. قربونت برم مادرم قربون دل سعادت برم مادر من میگه آی میمر آی میمر میگه آی مادرم مادرم دنیا وفا نداره هر کی میخواد بره بذار بره خدا تو رو واسم نگه داره خیلی قشنگی اونو میتونی بذاریم حمید بخوای به یه نفر یه توی همین لحظه یه یادگاری بدی به مستقیم به خودش یه چیزی بگی به کی میگی صد درصد به پدر و مادرم پدر مادر عزیزم ممنون که تو همه این سالها تو همه این مشکلات تو همه این سختی‌ها بنده ناچیزو کنارتون قبول کردین دوستم داشتین با همه اون سختی‌ها دستتونو از همینجا هر جا هم باشم از همینجا میبوسم خیلی قشنگ آدم خوش اخلاقی هستی؟ یا یه جاهایی هم تند میشی؟ بیشتر تندم نه بابا اصلا بهش نمیاد دروغ میگه نه بابا کیا میگن همیشه خوش اخلاقه؟ یا کیا میگن تند و بد اخلاق میشه وقتایی؟ فکر کنم دیدن منو باهاش داری زندگی میکنی فکر کنم منو دیدن حدس میزنی؟ آها میگه انسان راست میگه خیلی منطقی جواب داد تو کار فوق العاده است انسان دیگه بالاخره بعد از زبانی بهش راست میگه حق با تو توی کارم فوق العاده عصبی ام خیلی حساسم عصبی نیست آها چی میشی باید اون به نحو احسنش الان مثلا عصبانی چی چه جوری میشی آخه نمیشه مثلا بگو الان عصبی شدی از اون موسیقی اونو از من از اون چیز نیستم داد بیدادی نیستم به نگاه میکنم یعنی با نگاه هم متوجه میشه اگه طرف با نگاه متوجه نشه چی؟ نه متوجه میشه چون نگاه هم خیلی بد میشه نگاه مشخص چون انقدر که همیشه به این حالت بودم زمانی که اصلا بر میگرده صورتم اون طرف کامل میگه حمید یه چیزیش هست که این شده مثلا بچه های گروه موزیک هم بندم که با هم دیگه از همینجا سلام به تک تکشون که بیشتر جاها با هم دیگه برای اجراها میریم خب همیشه همینم یعنی همیشه این شکلی هم. آره چون نمیخوام انرژیشون کم شه همیشه انرژی داشته باشن ولی تایمایی که سر کار یا سانچک که میریم وقتایی که واسه سانچک میریم هیچ کی حق اجازه هیچ گونه شوخی نداره اصلا یعنی شده تایمایی میگم بعد از کارمون با هم میگیم میخندیم ولی تایمی که کاره چون مسئولیت قبول کردم و زمان گفتم تایم گفتم مسئولیت قبول کردم و باید بله خیلی درسته مسئولیت پذیری خیلی خیلی چیز مهمیه و واقعا نیاز داره که آدم شیش دونگ دقیقا بتونه که
نسبت بهش عمل بکنه. ما قراره با هم بازی کنیم، قراره که تو آواز بخونی، قراره جناب خان بیاد، قراره گپ بزنی، اصلا خیلی کارا قراره بکنی. و اینکه کی فهمیدی که میتونی خواننده شی؟ من تا این که اصلا فهمیدم موسیقی رو دوست دارم زمانی که متوجه شدم موسیقی رو دوست دارم تو سن 12 سالگی 11 سالگی من عاشق استاد عبدالوهاب شهیدی بودم، استاد تاج اصفهانی بودم، موسیقی سنتیمون خیلی زیاد دیگه انقدر گوششون دادم. چه جالب، تو اون سن علاقمندی به این جنس از موسیقی خیلی زیاد نیست تو آدم ها. احساس میکنم همه چی برمیگرده به پدر و مادر هم. یعنی حتی الان موسیقی الانمون اگه به هر نقطه‌ای بره برمیگرده به پدر مادرهای بچه های الان. آره. چون اون زمان یادمه پدر من بنان گوش صفحه های مثلا گرامافون بنان میذاشتن، عبدالوهاب شهیدی، استاد شهیدی رو میذاشتن. اینقدر که گوشم شنیده بودشون دیگه نمیتونستم چیز دیگه رو بپذیرم. دیگه از همونجا شعله ور شد، یعنی از اون نقطه شعله ور شد. دیگه رسیدیم تا سن 12-13 سالگی واس خودم زمزمه میکردم. اولین باری که زمزمه که هم داشتم میخوندم سر کلاسمون بودیم، اومدیم بین زنگمون یه مراسم حالت صبحگاه بود که یه قطعه قرار بود خونده شه. بعد من داشتم همینجوری میخوندم، ناظممون از دور شنید، از دور شنید گفت حمید جان نگفته بودی صدات خوبه؟ گفتم من؟ گفتم کسی هم نگفته بود من صدات خوبه. خودم هم نمیدونستم. آره من اصلا در جایی نمیدونستم. بعد گفتش بیا این قطعه ای که حالت شعر داره به هر شکلی که دوست داری روی صبحگاه. گفتم آخه من چطور میشه، آخه من نمیدونم چیه. یادت اونو؟ نه واقعا هیچیش. هیچیش، چون خیلی ساله که آره. گذشته. بعد نه شعرش نه ملودیش هیچی شده، اصلا یه فضای مثلا حالت صبحگاهی این شکلی بود. آره. بعد منم حالا اصلا نمیدونستم فضا چه شکلیه، حالا هوا چه شکلی. خوندمش دیدم بچه ها هیچکی نمیره سر کلاس. این شد کار من، یعنی در طول یک سال بچه های کل مدرسه بین مثلا بین زنگا که میشد می اومدم می آوردشون ناظم اون تو حیات، من اینو می خوندم همه می رفتن سر کلاس. گفتم من چه گرفتاری شد، حالا سرما می خوردم، سرما نمی، حالم بد بود، حالم باید می خوندم. اره. دیگه من از 15 سالگی یا 16 سالگی اگه اشتباه نکنم به صورت حرفه‌ای شروع کردم، پیش اساتید مختلف رفتم و صدام آواز ردیف و سنتی و اینها رفتم به سمت آواز سنتی، چون اصلا قالب گوش من و فضای چیزی که شنیده بودم اصلا نمیتونستم گوش میدادم، ولی خب نمیتونستم قبول کنم که چیز دیگه رو باید بخونم. جالب. و بالاخره کی اولین به شکل جدی خوندی؟ به شکل جدی سال 18 اسفند سال 1395 اولین قطعه من به اسم بیتاب با دوستان عزیزم در گروه پازل منتشر شد. آها. که با همون بیتا بیتاب. بیتاب بیتاب منتشر که شد، خب اصلا صورت من قیافه من این شکلی نبود، من تا اینجا مو داشتم، تا اینجا ریش داشتم، تغییر کرد کلن کانسپت فضا، ولی خب ذات موسیقیای من همون شکلی بود. خیلی به اشعار عرفانی هنوزم علاقه دارم، ولی خب در ذات موسیقی شما برای تمام سنین باید کار تولید کنید و نمیشه که بله. بازار بله. یه چیز دیگه از تعریفش. اگر که تو ماشین موزیک خودتو گوش میدی یا موزیک اصلا. دیگران رو اصلا موزیک گوش نمیدی؟ چرا موزیک گوش میدم، ترجیحاً موسیقی سنتی و موسیقی خارجی. موسیقی سنتی از مرحوم استاد چجریان عزیز، جاشون سبز باشه واقعا. همیشه هزار هست واقعا برای استاد شجریان دست بزنید. همینطور برای همایون واقعا. همایون شجریان استاد عزیز خودم که همیشه شاید نبودم کنارشون، ولی همیشه گفتم حرفشون زدم، استاد علیرضا قربانی عزیز. علیرضا علیرضا
بی‌نظیرم ما از هر لحاظ ما و آهنگ‌های حالا خارجی در سبک‌های مختلف، چون احساس می‌کنم که گوش انسان باید همه چیز رو هر چیزی که مطلوبه رو بشنوه. این خیلی خوبه. تنوع در دیدن، تنوع در شنیدن خیلی مؤثره و تنوع در خوندن یعنی مطالعه. الان چی می‌خونی برامون؟ هر چیزی که شما بخونی. مخلصم. هر چیزی که خودت دوست داری. خانم آقایان، حمید هیرا. دمت گرم. زنده باشی. خیلی قشنگ بود. قربونت شم. این آهنگ مال کیه؟ آهنگ نیمه جانم، ببخشید. آهنگ نیمه جانم برای سال 96. فکر کنم شب یلدای سال 1396. چالی. بله. شب تولد من بوده و ازت تشکر. بابا به به. به افتخار آمدم. یلدا الان حمید جان. از اینجا تا اینجا یک تیم، از اینجا تا اینجا یک تیم. یه طرف رو انتخاب بکن، من میرم تو طرف مقابل. بازی بکنیم، اصلا تیکه پاره کنیم هم دیگر. خدا رو شکر. بگو کدوم بر؟ نمیدونم. بگو هر طرف دلت میخواد. این بر میگن نه، این بر. نه بابا چرا؟ نیاد اونجا؟ بیاد برو اونجا. من راست. منم با شما. خب بازی 5 ثانیه ای. توضیحات یه سوال میپرسم از شما. شما 5 ثانیه فرصت دارین که 3 تا پاسخ یا جواب برای این سوال بدید. 5 ثانیه هم دوستان اینجوری اعلام میکنن. این یعنی 5 ثانیه تموم شده. با شما شروع کنم آقای جوان یا آقای ایراد؟ هر طرف که دلت بخواد. حواست اینجا هم باشه ها. برسون اینا. تمام تلاشمو میکنم. برسون. با آقای جوان شروع میکنیم که آقای ایراد هم چه بگه. خیلی خوب حالا. آقای جوان، 3 رشته دانشگاهی. پزشکی، علوم انسانی، مهندسی. بچه ها هر یه دونه که جواب میدیم تشویق. اینم میریم. آقای ایراد، 3 نقاش ایرانی نام ببرید. کمال الملک، فرشیان، بهزاد. پیکاسو که؟ گو بد رسون پیکاسو. آقای جوان، 3 پست در فوتبال. هافبک، دروازه‌بان، فوروارد. بچه ها اصلا تسلط من به فوتبال اصلا زبان زده. سختا رو برای 3 غذای بدمزه به نظر خودتون. کشک بادم جون، کرفس، ماست و برنج. ماست و چی؟ آخریش چی بود؟ ماست و برنج. آها دوست نداری نه؟ کی ماست و برنج دوست داری؟ نمیدونم، من میخورم البته دوست دارم. آی جوان، 3 جهت جغرافیایی. ببخشید نشد. 3 جهت جغرافیایی. شمال، جنوب، غرب. چقدر ساده. مسخره کردن ما رو. بابا از غذایی که آسان برای مهد کودک. آی جوان، میخوان شما ببرین. خب من برای چی؟ آقا غذا، 3 غذایی که دوست ندارین آسون بود واقعا. بله. آی ایراد، 3 مدل مداد. مداد شمی، مداد اتود، مداد آبرنگ، مداد آبرنگ. مداد آبرنگ داریم. مداد آبرنگ نداریم. داریم؟ نداریم مداد آبرنگ. صبر کن. صبر کن. نه، مداد آبرنگ نداریم. میگه داریم. میگه من گراف، میگه من گرافیستم و داریم. آقای جوان، نام 3 کویر در ایران. کویر لود، کویر یزد، کویر. درست سب کن. بگو 3 تا. کویر لود، دشت کویر، کویر مرنجاب که خودتون اشاره کردید. نشیدم. کویر ریگجن هم هست. صدام کنیم. بگو های به من نگاه کن. آی هیراد، نام 3 سنگ قیمتی. زمرد، یاقوت، یشت.
آی جوان، سه تن از مردان نامدار شاهنامه. سهراب، رستم، گرشاسپ. آی ایراد، سه وسیله حمل و نقل عمومی. اتوبوس، تاکسی، مترو. آی جوان، سه نوع دسر. ژله، نوخامه، کرم کارامل، بستنی، تیرامیسو. آی ایراد، سه حیوان سمدار. اسب، گاو، خر. آی جوان، نام سه حشره نیشدار. زنبور، پشه، مالاریا. پشه، مالاریا، پشه، زنبور. گفتم همه رو گفتی. بچه ها یه بریم، یک، دو، سه. اوه، میگم من گفتم بابا بهبه این سالن رو منفجر کن. فعلا نه. آی ایراد، سه بازی دوران کودکی. منچ، مارپله، هفت سنگ. آی جوان، سه عنصر حیات. آب، باد، خاک. آب، غذا، هوا. غذا عنصر نیست. یه لحظه صبر کنی، اون عنصر حیات. آه، گفتم آب، باد، خاک. نه درسته، چون عنصر حیات. و بعد گفتی همه اینجوری کردین، کردنش آب، غذا، هوا. درست. غذا عنصر نیست. غذا عنصر نیستش که. عنصر حیات گفتیم. آیا سه کتاب که از روی اون فیلم ساختن. سه کتاب: برباد رفته، بینوایان، بلندی های بادی. آفرین. آها، من میپذیرم. قبول، منم قبول میکنم. واقعا زار شد. من میپذیرم. کتاب یه چیزی بگم بابا به به. کار گروهی بود. آی جوان، سه جاده معروف ایران. جاده چالود، جاده دماوند، جاده لواسون. آی ایراد، سه نوع سیفیجات. کاهو، ریحون، نعنا. اینا سیفیجات هست؟ ریحون و نه نه من نمیدونم والا سبزی. خودتون میدونین قبول کنین یا نه. آی جوان، سه نوع شنا. شنا کرال، شنا قورباغه، شنا پروانه. آخرین سال، سه فیلم یا سریال با بازی آقای خسرو شکیبایی. خانه سبز، اتوبوس شب، هامون. آفرین. آقا تشریف بیارین اینجا. به افتخار خودت. شما را هم تشویق کنم. بریم بیاییم. یه یک دو سه بگو بریم بیاییم. داره بهت خوش میگذره؟ معلومه که بله. راست میگی؟ بریم. بگو یک دو سه. یک دو سه. بریم بیاییم. خانم آقایان، حمید ایراد مهمان خندوانه. همی جان، جانم. یه ماژیک تو، یه ماژیک من. یاران من، یاران تو. آقای شاه حسینی داور روی تابلوت نوشته اسم دختر، اسم پسر، فامیلی، حیوان، شهر، میوه، اشیا، فیلم، غذا، رنگ. حرف اونجا اعلام میشه. همزمان هممون با همونو میبینیم. برای هر عنوان دو تا اسم و دو تا بنویس. دو دقیقه وقت داریم. برو بریم. آماده؟ خواهش هم اینه که چیز نکنی ها، مثلا رامین رامینی ننویسی. نه بچه آماده؟ یک دو سه. کبرا، کبرا. Thank you.
نمیذارم. میذارم. ستایی هم نوشتم حتی. خب کلویه بای رحمت. بچه ها بخونیم. آماده باشین. اسم دختر. کیمیا. کتایون. ده. دومی. کیانا. کیمیا. ده. اسم پسر. کسرا. کامران. دومی. کاوه. کوروش. فامیلی. کاویانی. کتایونی. اسم نداشتم. میتونیم قبول نکنیم. گفتیم اینجوری نذاریم. اینه اینی. نذاشتم. به خدا نذاشتم. فامیلی دوم. کیمیایی. کریمی. حیوان. کرگر. میشه مال ما کرگدن. دومی. کرکس. کپک. شهر. کرمان. کرمانشاه. دومی. کوکیلویه بای رحمت. کازرون. کار یک دیگه. سومی چیه؟ کرمانشاه. خیلی کازرون. ده ده. میوه؟ کیوی. کیوی. نداریم. پنج. جزء سبزیجات. دومی؟ کاهو. کنار. ما غروبا جای میوه میخوریم. ما وسعمون نمیرسه. ما وسعمون نمیرسه میوه بخریم. کاهو قیافش عالی بود. اینجوری بود داشت گوش به گفتم کنار گفت ها؟ کنار. کنار یه میوه تو خوزستان. آها. ما مغز. یه میوه است مال اهواز خیلی هم خاصیت داره. کل جنوب کشور هست. اشیا. کتاب. کاسه. کاسه. دومی. کمد. کمربند. اون وسیله زدن. فیلم. کیمیا. او مال ما کابوس. نه فیلم کیمیا. شما با ما آقای عمرزا درویش ساختن. آقای شکیبایی بازی کردن. مال ما دومیمون کیمیاست. آها. ده بدیم یعنی؟ ده ده. دومیتون چیه؟ کلوپ همسران. کدوم بود؟ غذا. کباب. کباب بره. مال ما یه ذره متفاوت. ده بدیم؟ بله. دومی؟ کلم پلو. کلم پلو. رنگ؟ کرم. کالباسی داریم؟ داریم. بله بله داریم. ما اولیمون کالباسیه. به من گفتن نوشتم نمیدونستم چرا. چه رنگیه؟ رنگ کالباس؟ به خدا نه اوکی من چیزی نگم. من اصلا نشدم. دومی چیه؟ کاکائویی. آره. رنگ ما دومی ما کرمه. عالی شد. گرفتیم. 10، 20، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 120، 130، 140، 150، 160، 170، 180، 190. اینه هم شدیم الان نه؟ 190؟ عاشق. من میتونم تا صبح بازی کنم. دمتون گرم. آقای قشنگ عزیزم میشه که برامون یه قطعه دیگه بخونی؟ بله. به به. بله. بفهم. همین تو مریض شدی؟ نباید میپرسیدم؟ جان؟ نباید میپرسیدم؟ نه حالا مریض شدی؟
نه مریض شدی؟ یه روزی هممون یه جوری مریضیم. آره این که منم مریضم. نه مریض شدم. دوچار یک بیماری شدی؟ من که حالا نمیگم خوشبختانه متاسفانه، دو سمتشو توضیح میدم چرا خوشبختانه چرا متاسفانه. بله سال 95 من درگیر بیماری شدم به اسم کانسر و سرطان. در چه ناحیه‌ای؟ جان؟ در چه بخشی از بدنت؟ مغز و استخونه. و فراگیریش تو کل بدنمه. بله. ولی خب این ذات ژنتیکه. یه چیزی از اول باهاش صحبت کردم که گفتم که اذیت کنی عزتت میکنه. گفتم آروم هم باشی تا آخر عمرم کنار هم دیگه با مسالمت هم میریم جلو. الان حدودا فکر کنم چند سال میشه؟ 6 سال. 6 ساله که نمیخواستم فضای برنامه اصلا به این شکل بشه واقعا، ولی خب همه چیز تحت کنترل و تحت درمانه. گفتم همه جا بیشتر جایی هم که رفتم گفتم منو دو چیز از روی زمین برمیداره، یا دایناسورا یا آتش بشم. این نیست خطا اصلا نیست خدا رو شکر. و واقعا این از لحاظ متاسفانش، از لحاظ خوشبختانش این که زمانی که من درگیر این بیماری شدم، زمانی که داره تأثیرش عالی بود. خب از زمانی که درگیر این بیماری شدم، من یه توضیحی قبلش در رابطه این خود ذات این بیماری بدم. با اجازه ببخشید، معذرت. خواهشان لطفاً از همه کسایی که نزدیکشون توی خانوادهشون فردی کانسر داره و سرطان داره، هر عنوانی فرقی نمی‌کنه، زمانی که شنیدن این بیماری رو دارن، لطفاً بنده ناچیز، بنده حقیر، بنده کوچولو رو به عنوان یه برادر لطفاً بپذیرین. رفتارتون از زمانی که متوجه این بیماری شدین، حالا چه خودشون چه اون فرد دور از جونه، حالا تمام سرزمینمون و جهان، خواهشن مثل روز قبل باشون برخورد کنین. منی که این بیماری رو دارم خیلی جالبه، زمانی که روز قبلش اگه مثلا مادرم یه لیوان آب بهم میداد، فرداش که متوجه شد دو تا لیوان آب، توی فردی که این بیماری رو داره یک چیزی در مغزش شروع میکنه به ترشح شدن بابت داروهایی که استفاده میکنه. این حالت ترحم واسش به وجود میاره، میگه چرا از روز قبل به من یه لیوان آب میدادن ولی از الان که فهمیدم من این بیماریو دارم 2 لیوان آب میشه. اعتماد به نفسش هم میاره پایین. نه باعث میشه که نتونه دیگه بجنگه. آره باعث میشه که حس قوی بودنشو کامل از دست بده. آره. بترسه. زمانی که ترحم میکنیم به اون طرف، باعث میشه یه پوهنی تو خودش به وجود بیاره، میگه خب من تا دیروز این اتفاقا واسه من نبود، از الان به بعد بابت داشتن این بیماری یک سری پوهنا میتونم بگیرم، دلشون به حال من بسوزه، حال من اگه خسته، اگه تا دیروز مثلا من میگفتم الان کمرم درد میکنه، هیچ کی اصلا میگفت حمید بلند شو برو سر کارت. ولی از امروز که میگم کمرم درد میکنه خیلی جلوه بیشتری داره. و بعد منفیش اینه که به هیچ اون شما رشد بیماری رو تو بدن اون طرف بالا میبرید ناخواسته، یعنی اصلا دست شما نیست. بدترین بیماری، بدترین کانسر، هر بیماری که بدترینه، ما اگه قدرت ایمان، قدرت امید رو از اون طرف بگیریم، در حتی سرماخوردگی. بله. شما زمانی که سرما میخورین، وقتی صبح تا شب یکی بیاد بهتون حمید چیزی نیست، حمید اینجوری میشی، ناخواسته این اتفاق رو بدم میفته. و تنها خواهش هم همینه، اینکه به فردی که هر بیماری ترحم نکنید، بذارید به همون شکل قبلی زندگیشو ادامه بده. آره. با همون شیوه، اگه بد بوده بذارید بد بره، اگه خوب بوده بذارید خوب بره. میفهمم. امیدو تو دلشون نگیرید. آره. یعنی تو دلی که هر کسی که این بیماریو داره امیدو ازش نگیرید. با حرفامون، با کارهامون، من همین الان که هست یک سری از دوستان که من خیلی لطف دارن میگن که میشه نباشی، میشه دیگه کلا. یعنی چی؟ میگه چرا هنوز از بین نرفتی، چرا نمیگم خیلی تعداد معدودی هستن.
چرا اینو میگه؟ نمیدونم. من خودم، شخص خودم میگم، من اگه دشمنم هم باشه هیچ وقت، دشمنم باشه هیچ وقت. ببخشید اینو تو مثلا تو فضای مجازی اینا هم چیزایی خوندی هستش که این اتفاق اصلا توجه نکن. آره و اینکه میگم اگه میخواستم اصلا توجه نکن، اصلا در این حد توجه نکن که حتی یک بار دیگه خواستی راجع به این ماجرا حرف بزنی اصلا. یادت نیادم چیزی. ببخشید جفنگ فراوان نوشته میشود ولی واقعیت زندگی یه چیز دیگه است. اصلا این شکلی نیست. بعد تو چرا باید خودتو بسپوری به یه سری آدمی که اصلا نمیدونی اونا واقعی ان یا ربات ان یا اصلا هر چی؟ چرا اصلا؟ ماها واقعی، ماها دوست داریم، ماها قربون تمرینیم، برای دست میزنیم، تشویقت میکنیم. این واقعیه. نه این واقعیه. آقا ول کنید فضای مجازی، آدم ها جفنگ زیاد میگه. و واقعا میگم از روز اولی که من این خبر رو به یه شکل نابسامانی به هم دادم، بزرگترین عامل و بزرگترین انرژی که گرفتم تک تک شماها بودیم. یعنی معلومه انقدر که حال خیلی خوب، انقدر بزرگی که حس خوب دیگه. شما میدونی نه جوان، ماها بر اساس هیته فعالیتی که داریم، یه چیزی بگم، ما کارمون شاید جنسش فرق کنه، وگرنه ما هم همینیم. یعنی نوع کارمون تفاوت داره و خیلی قضاوت میشیم. بزرگترین خواسته من اینه که در جهان هستی یک چیزی به عنوان قضاوت از بین بره. یعنی کسی که میاد یک ثانیه میخوایم بگم این گل زشته، برم تو اون باقی که این گل کاشته شده و چه زحمتایی واسش به وجود اومده تا این گل به عمل بیاد، برم و ببینمش، حداقل ببینمش. انقدر امید به هم دادین، انقدر انرژی به هم دادین که واقعا میگم تو دل بدترین دردی که داشتم میکشیدم یک جمله خیلی طلاییه به نظر من واسه شخص خود من. تو اوج دردش به خودم میگفتم که حمید بی دلیل به وجود نیومدی. این صدایی که خدا چی بگم عزت اینو داده که این صدا مال من باشه، مال من نیست. یعنی روی این جسم سواره و قراره که واسه میلیون ها آدم بخونه و حالشونو خوب کنه. تنها خواستم همین بود. یعنی تنها چیزی که کلمه ای که به هم انرژی میداد تو بدترین درده، به هم انرژی میگفتم که من به عنوان حمید نوعی باید یک تأثیری روی این کائنات بذارم، حالا چه با صدام چه با هر هنری که دارم. و به نظر من اگه همه آدما این تو وجودشون پرورش پیدا کنه که آقا من بیهوده نیومدم و قراره که شخص من رو زندگی همسایه‌ام یه تاثیر مثبت بذاره، تک تک آدم‌ها این ویژگی رو دارن، اصلا ناخواسته همه چی درست میشه. به نظر درست. به نظر شخصی خود من ناخواسته درست میشه. عاشقتون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. ببخشید زیاد حرف. بریم حال کنیم. حمید هنوزم اینجاست و خیلی داره خوش می‌گذره. جناب خانم اومده. حالا کار دارم با تون. 3 2 1 شعر قشنگ فهمیدین یا نه؟ بگو برامون. گفتم بچه رود سر حمید ایراده،
تاریخ تولدش بهمن هفتاده، بهمن هفتاده، موقشنگه میخونه تلفیقی، با صدا شدیم همه عاشق موسیقی، عاشق موسیقی، با سیبیل پرش حمیده ایران، کوتا کن آب خورش حمیده ایران، کوبه ای میزنی حمیده ایران، کوکائین منی حمیده ایران. ماشاءالله ماشاءالله، دمت گرم جناب خان، تنامر باش. خیلی قشنگ. چرا با حوله ای؟ رامبد، ما گفتم امروز یه مهمون خیلی عزیز داریم. خب. برم هموم ترتمیز بیام. خب. بعد تو هموم هی داشتم برای خودم زمزمه میکردم. خب. خوندم، صدام خورد تو کاشی هموم، خورد تو سقف، خورد تو ایچاق هموم، برگشت حس کردم عجب صدایی دارم بی خودی. هی میخوندم، عشق میکردم با خودم. این شعر حمید هیراد همونجا تو هموم گفتم. همینو؟ بله بله. دیگه سری پریدم بیرون، زیر پیرنیم خیس بود هنوز. دیگه حوله کشیدم دورم، اومدم قربون. یکم هم الان لرزم گرفته. خب حاج آقا قربونت برم، این چارخونت در بیار. یه دقیقه مو بندازم، یکم لرزم گرفته. سلامت باش. سلامت باش. فدات بشو. حاج آقا کاپشن خوب همراته؟ دیگه تو این تابستون که کاپشن برمی‌داره. پس ما حولمو یه جوری میپیچم یکم گرمم بشه قربونت. حاج آقا بعدش میام بغلم کن. باشه؟ باشه. قربونت برم، سلامت باش. حمید جان، حمید جان، کوکا خیلی خوش اومدی، واقعا خوش اومدی. سلام به روی ماه جناب خان عزیز. سلامت باشی. چاکرین. ممنون که منو لایق دونستی و این شعر رو واسه بنده ناچیز گفتی. یه تشویق خیلی جانانه به افتخار جناب خان. نوکرتون. سلامت باش. رامبد جون، عجب کتی پوشیده. آره خیلی خوب کتی پوشیده، واقعا خیلی قشنگه، واقعا خیلی. رامبد جون، تو تپش قلب داری؟ قلبم می... یعنی نه به عنوان یک چیز مریضی و اینا. آره نه, نه. الان مثلا استر آبی داری؟ نه. پس آخه جیبت داره نوار قلب میگیره. راست میگه. مشکلی داری؟ نه, نه جدی دارم میگم. یه زیرزبونی بهت بدم؟ نه بابا. آخه نوار قلب بدی کم نامنظمه. نه 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 این مدل اینه. ها مدلش ها. خب بکشش که صاف بشه. آخه دوخته که خیالمون اینجوری. راحت بشه دیگه. دوخته اینجوری. بکشش دستم صاف بشه ما خیالمون راحت. دستم میذارمش نبینی. اوف سلامت باش. چه خبر جناب خان؟ هیچ خدا رو شکر. یه ذره از تیمت بگو اوضاعش چطوره؟ پاریس سن ژرمن؟ بله. داریم میگذرونیم دیگه. زیدان و خیلی الان تو کش و قوسیم رام بود که به عنوان مربی آره، بیاریم. آره پوچتینو یو با لغت انداختم بیرون. تو این کارو کردی؟ حال نکردم با مربیگری شام بود. حال نکردم. او جوری که ما میخواستم رام بود، این میخواست بچه های شیر بده، همین جوری شیشه داغ شیره میذاشت، شیشه میذاشت تو دهن بچه ها. زبون اشرف حکیمی سوخت، زبون امباپه سوخت. میگم خب مرد حسابی، دو تا قطره قبلش بریز پشت دستت امتحان کن، این بچه دست ما امانته. آخه من نمیفهمم این تیم چجوریه که اینا با شیر و با شیشه میخورن. بالاخره بچه دست ما امانته، پدر و مادرش توقع دارن. رام بود اون هم خو نامزدش هر روز سر تمرین هی اشرف اشرف دلون برات قشرف. زن اشرف حکیمی پدر ما رو داره برده هر روز اینجوری قربون صدقش میگه. به نام فرستادم یه اختلافی بنداز و بینشون تمومش کنه والا. نه بابا چرا دیگه اعصابمون خرد کرده. خب با تو توجه نکن زندگی مردمو چیکار داری؟ حالا پسر تو تیم توی که باشه. خود دلت براش خش رفت تو خونه. سر کار هی دلش خش رفت. باش صحبت کن بگم یه حواسشو پرت میکنی. یکی هم خوابوندم زیر گوش اشرف گفتم نکن دیگه اینجوری ولی خود نمیفهمه. چیکار بکنه اعصاب چه صاحب باشگاه خشنی هستی؟ بله مدیریت میخواد واقعا. میفهمم. حمید جان جان اما اومدن شما تو این برنامه هیچ هیرادی نداره. رامبد ایچون فامیلیش هیراده. آره. ما کردمش مثلا با ایراد گفتم اومده چیچی. آه
حاج آقا دیگه چهارخونت در بیار کوکا. داد زدم سردم شد. سلام علیکم. ببین حمید هیراد یعنی چی؟ هیراد به معنی خوشرو، خوشدل، خوش زبان. چه انتخاب قشنگی. خوش فیس. خوش صورت. به صورت شما نمیره. سلام علیکم. این که اصلا قیامتیه. خوشگلم. جونم. میخوام بگم دانیال کاظمی بیاد. اوه اوه به سر جنیه. صداش صداش کو بیا. به افتخار دانیال کاظمی. سلام. حالتون خوبه؟ عالی. خدا رو شکر. به به. چه خبر؟ خوب. شد. همه چی خوب؟ عالی. خب من اسمم حمید جون دانیاله و شعبده بازی میکنم. میخوام یه کار با مازی بدن شما. شعبده بازی دوست داری؟ او جناب خان. دانیال جان هم اونجا با او دو نفر کار کن، به ما کاری نداره. سلام نگفتم. سلام و نوکرتون. میگه سلام جناب خان. تمام سلام. کجا بودی قایم شده بودی؟ حمید جان خیلی مواظب خودت باش. خیلی مواظب. آتیش هم نزن. با من کار داری؟ نه الان نه. میتونم برم پیش جناب خان؟ آره بفهم خواهش می‌کنم. من با هوای مون داشته باش. خب حمید جون من اینجا یه مکعب آوردم با خودم. بله. که 6 تا زل داره و 6 تا رنگ روشه. یه پارچه هم آوردم. میخوام یه کاری کنی. یکی از این رنگ‌ها رو می‌خوام انتخاب کنی. خب هیچ کی نبینه تو این استودیو و بذاریش اون رنگی که انتخاب کردی، مثلا اگه صورتی بود صورتی رو بذاری رو بالا، بعد اینو بذاری روش، هیچ کی نبینه. خب یعنی اصلا این کارو زیر این پارچه بکن. اصلا این آهنگی داره زده میشه خودش استرس. خب پس هیچ کی نبینه. جناب خواهم میتونم بیام اونجا چشمو نگهداری، هیچ کی نبینه، آقای جوانم نبینه، فقط خودت بدونی چه رنگی رو برداشتی. پیشنهاد میدم بهت صورتی رو انتخاب نکنی، ولی میتونی، چون گفتم صورتی. ولی باز اگه دوستش صورتی رو بردار، اگه بقیه ببینن مشکلی نداره. نه هیچ کی نبینه، هیچ کی تو استودیو ندونه که چه رنگی، فقط خودت بدون. من میتونم بیام اینجا جناب خواهم میشه چشمامو نگهداری؟ بابا عجب آدمی، سراغمون نیا جناب خواهم. چشمو بگیر. خب پس اینجوری دیگه امکان نداره من ببینم که چه. الان از تو چشش یه اشعه‌ای در میاد، دستم ذوب میشه. انتخاب انجام شد. تموم شد. خب همه چی موهامو شد. خب شما هم هیچ کدوم نمیدونین که چه رنگی انتخاب کرد، نه؟ خب دستیار خوبی میشه. نه فعلا نگو که چه رنگیه. خب ولی میخوام تو ذهنت همش اون رنگ رو تصور کنم. من همه رنگا رو اینجا نوشتم آقای جمال. میخوام موقعی که اسم میشه دستت اینجوری نگه داری، میشه من نبض تو استرس ندارم. خب میشه دونه دونه خیلی آرومی رنگا رو برام بخونی؟ صورتی، نارنجی، آروم تر، سفید، قرمز، آبی، سبز. یه بار دیگه از اول. صورتی، نارنجی، سفید، قرمز، آبی، سبز. خیلی خوب. من میخوام یکی از این رنگ‌ها رو انتخاب کنم. مطمئن نیستم ولی من دور یکی از این رنگ‌ها دایره کشیدم. موقعی که داشتی میخوندیش حس کردم که تغییر کرده داد. میشه بگی که میشه میتونم برش دارم؟ آره. رنگی که رو به بالا گذاشته بودی نارنجی بود، درسته؟ امکان نداشت کسی بدونه که چه رنگی داشتی؟ نه قشنگ پایین گرفت. نمید کم مربون شما. عالی خیلی ممنون. آجا هم با اجازه. مرسی. خیلی جالب. خب خیلی خب دانیال هم که رفت خدا رو شکر. نجات به حالا میگم همین جان جانده. کاش الان برامون سخنانی هیراد کنی. یعنی گفت تو سخنانی هیراد کن.
اگر مثلا در مورد برنامه ما به نظرت هیراداتی داره، هیرادات برنامه ما رو گوشزد کن. یه هیراد خیلی بزرگی که داره چیه؟ نه واقعا چیه بود؟ این که به عنوان یه تشکر میگم، ممنون که دل آدمها رو شاد میکنی، چون شاد کردن دل آدمها اصلا کار ساده ای نیست و خندوندن و خنده به لب آوردنشون خیلی کار راحتی نیست، خیلی کار سختیه و کار مهمی، خیلی کار مهمی و واقعا ازت ممنونم که تو این شرایطی که داری میگذرونیم خنده به لب مردم میاری. دم شما گرم. دمتون گرم. همین جان. جان دل. شما گیلانی هستی نه؟ آخه شمالی صحبت میکنی. شما گیلانی هستی دیگه، درسته؟ بله بله، با افتخار. شما بچه روسته ای، درسته؟ بله بله. شما نزدیکای روسر باید باشی نه؟ ما میشیم بعد از روسر. شما بعد از روسر بله. زندگی میکنی. آره، میشه حد فاصل روسر، بین روسر و رامسر. یک جای میشه بعد از کلاچای، یک جای محلی گیلان، گیلان دیگه، یعنی حد فاصل روسر چی؟ حد فاصل روسر و رامسر دیگه، درسته؟ قرار نشد مسخره بازی. آه چه مسخره بازی؟ آه من عاشق لهجه شمالی، لهجه گیلانی هم. جان تو رو بمیرم من. به خدا یکی از قشنگ‌ترین لهجه های من دیگه. انقدر همه جا زندگی کرده، انقدر رفیقای مختلف داره. تمام قاسم آباد هم بچه های رفیقای من دیگه. تمام قاسم آباد و رودسر و کلاچ های الان رفیقای من هم دیگه. رامبو جان کیا رو میشنسی اونجا؟ میرزا کوچی خان، دکتر حشمت. آچه رو میخندی دیگه رفیق؟ مال خیلی قدیمن. ولی رامبو یکی از گنده های گیلان، رضا غلامی، از دوستان خیلی قدیمی من، جدی دارم میگم واقعا. آره رضا غلامی از گنده های گیلان، فوتبالیسته و خیلی ما رفاقت در ما هم دیگه. خلاصه که این لهجه شما رو من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. رامبو جان جون، حالا که بس گیلان شد یه کاری تقدیم نکنیم به استان گیلان؟ حتما این کارو بکن. یه کار دلی که خود من حتما خیلی عاشقشم و برای همه ما فکر میکنم خیلی خاطر ساز و خاطر انگیز باشه. بگو. الان میخونم برات. چقدر جنگل خوسی، ملت وسی، خسته نبوسی می جان جانانم، ترگم میرزا کوچی خانه. خدا دانه که من نتانم خفتن، از ترس دشمن می دیلا بیزانم، ترگم میرزا کوچی خانه. چرا زودتر نایی، تونتر نایی، تنها بنایی گیلان ویرانه، ترگم میرزا کوچی خانه. امرشتی جغلن پیسیم تی فرمان، خونیم امی جان تی پاجیر قربانم، ترگم میرزا کوچی خانم، ترگم میرزا کوچی خانم. باری کرده چقدر قشنگ خواهد. آفرین. ماشاءالله جناب خان. ماشاءالله. ماشاءالله به استاد ناصر مسعودی واقعا. واقعا. تو هم همینطور. سلامت باش. خیلی زیبا اجرا کردی. سلامت باش. خیلی حس احساساتی کردی. واقعا میگی؟ آره هممون احساساتی کردیم. نه خیلی زیبا بود. سلامت باش. بارکالله. سلامت باش. شاکر. آفرین بهت. شاکر. چی قصه دار؟ گریه میکنی؟ زیاد. یه نویسنده خیلی بزرگ اسمش یادم نمیاد، میگفتن که آنتوان چخوف، میگفتن که قله های بزرگ پر از چشمن و قلب های بزرگ پر از اشک.
آره خیلی هم اتفاقا، چون نه گریه بد، همیشه گریه بد نیست نه. بعضی وقتا از سر شوق، بعضی وقتا حالتو خوب میکنه خیلی، و نه اینکه دوستش داشته باشم. آخه گریه کردنم به اندازه خندیدن با ارزشه و همونقدر انسانیه و باید باشه، ولی بیشتر تو تنهایی. حمید جان، حمید یه لحظه کوکا بیا اونجا، بیا اونجا. بله بله بیا بفهم. رامبو جان شما هم تشریف میاری؟ چی؟ شما هم تشریف میاری قربون؟ بله در خدمت هم شاکرم. میخوام تا یه بوسی به ما میدی یا نه؟ حمید بوسش کن، یه بوسی به ما بده قربون. اوفه اوفه بو هموم هم میدم ها نه؟ شنگ بو تمیزی میدم کیف داره حمید جان. کوکا جان حمید، ما در جریان بیماری شما که قرار گرفتم خیلی ناراحت شدم همون موقع، خدا شاهده خدا، چون رفیقم زیاد داشتم که بالاخره درگیره بیماری شدم، اندازه وسع خودم یه هدیه کوچیکی آماده کردم بابا، به به که این انرژی مثبت ما روش باشه، هر وقت خسته شدی، هر وقت ناامید شدی، هر وقت درد داشتی نگاش بکنی و این حال خوب این لحظه بهت منتقل بشه. حتما قربونه. این اینه ما ببخشید دیگه، ما هنری هم ندارم، اندازه خودم کشیدم بابا، به 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 رامبود اینه کشیدم که بهش بگیم کوکا تنها نیستی، هر وقت درد داشتی ای دست تو دست مو، من اصلا با وجود شما دیگه دردی بازم او دستت هم تو دست رام بود، خدا وکیلی پایتیم رفیقتیم، هر وقت خسته بودی کوکا به ما فکر کن، نوکرتون ماشاءالله. یادگاری جناب خانم. خب حالا من برای شما یه هدیه آورم، هم برای شما ای جوان، هم برای جناب خان. خدا کنه گرون باشه، خدا کنه گرون باشه، خدایا. میدونم که خیلی دوستش داری، یه کادوی کوچولو هم واسه احلام خانم آورد. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، شرمنده کردم. خیلی ترسیدم چون احساس میکردم که خب یه ذره چون غیرتی و یه میاد برام. نه 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 چه اشکالی داره، دست شما درد نکنه، قربون شما درد نکنه. آقای شاه حسینی اگه آقای شاه حسینی این برن، آقای شاه حسینی هدیه برنامه رو قراره به ما تقدیم کنه. رامبود 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 بله، الان قراره هدیه برنامه رو به ما تقدیم کنه. هدیه برنامه یه شال کوچولو واسه احلام خانم که ایشالا خودتون به دستتون برسونه. دست در نکنه، چقدرم بهش میاد، چقدرم بهش میاد. ایشالا به پای هم پیر شد. وای احلام خانم براد میمیرم، ملنگوی تلا براد میگیرم. وای احلام خانم براد میمیرم، ملنگوی تلا براد میگیرم. مل احلام خانم براد میمیرم، ملنگوی تلا براد میگیرم. دست در نکنه کوکا، دست در نکنه. خب به قول آقای چاوشی هم گفت اینک ریبون و اصل و مرچی دارم مال تو. خدا نفسم توی تو دل برمه درداد مال. مواظب باش، این اینه خیلی با دقت بیار بیرون، خیلی مواظب باش، صورت که صورت پیاده میکنه خدمت شما، اینه مواظب باش. آروم آروم، خیلی حساس روی دورت آروم آروم، این خیلی چیز ارزشی. آروم دمت گرم، به چشماش میاد به ریبون اصله. وای رام بود نگاه کن، وای اوفه ناخدا جمونه سلامه ناخدا، دمپای ابری پاشه سلامه ناخدا، ریبن رو چشاشه سلامه ناخدا، لنجم کهنه لنجه سلامه ناخدا، جایشون واشو بکارم سلامه ناخدا، دریامون خرابه سلامه هم، یه کار ریبنی
عالی بود، چه هدیه درجه یک. رامبو چقدر بهت اومده؟ رامبو چقدر بهت اومده؟ جدی داری میگی صورت؟ اصلا درجه یک. اوف رامبو سوختی ها. کجا؟ شمال بودی؟ صورتم؟ آره. نه تو آفتاب بودم. خیلی تیره شدی. آها آها شیر. خب عینکت رو بردار. اینه که مردارم؟ اخی سیسته عجب سیستورت با اصلا یا اخی سیسته حاج آقا کاش او چارخونه تا بدیم و دارم لرز میکنم. شما اصلا این خیالت نیمجون شخصی دست جلو دهنت میگم سردمه اصلا این خیالش نیست. خب مرد گنده بلند شدیم اومدی چارخونه بکنم. من چون برنامه های گذشته رو میدیدم و میدیدم که اینکه گرد خیلی دوست دارین، احساس میکردم که دوست دارین زاویه دیدتون نسبت به جهان گردتر باشه تا زاویه. منم از همون قسمت یک هدیه ناقابلی، فقط شیشه شو نمیدونستم که رو چه. چقدر جذاب. اگه خیلی گرده بزن رو شکمه. خیلی ممنون. شما نمی‌بینید. خیلی ممنون. آقا بسیار سپاسگزار هستم. واقعا خود ایکیوسان شدی. خیلی ممنون. کی؟ ایکیوسان. که دستش توفی میکرد فکر میکرد. آره. خیلی ممنون. تاج سر. توفی بابا چه حیرت انگیز لذت بخش غیر منتظره. بسیار سپاسگزار. عزیزت. همین جان خیلی شرمنده کردی کاپا. یه بوس دیگه بده قربون. معلومه که بله. عمومم رفتم بوس خوب میدم قربونه. کل صورتمو میگیری. صورت مسخره میکنی. قشنگ میخونی ولی صورتو میارم پایین. میدونم. ببین همین الان هدیه داده و مهمونمونه. آخه شوخیه مگه؟ یهو دیدی صورت آورده. حاج آقا شما نخند بکن. نخند بکن. بکن میگم لرزم گرفته دیگه. هی چی خنده هی دندون نشون میده برام. سلام علیکم. خوشحالی میکنه. سلام علیکم. مهمونن همه مهمونن. رام بود ولی عجب کتی پوشیده ای پسرم. خیلی. خیلی خوب کتی پوشیده. نه نکن. بریم برای بخش آخر برنامه که لبخند بعد بزنی و ما هدیه بهت بدیم و خداحافظی کنیم. ها؟ چی؟ معذرت. نه اینا فریاد زدن. من فکر کردم فریادم تو اینا گم میشه. بگو چی گفتی؟ گفتم او! فریادم پیدا شد. خب، حمید جون جان ده. لطفاً 10 ثانیه به تماشاچی توی خونه لبخند بزن. بله. و در رقابت بهترین لبخند هفته از نگاه تماشاچی شرکت کن. آماده؟ براش بشوری 10 ثانیه. 1 2 3 حمید یه قولی باید بدی. بفرمایید. یه قولی باید بدی. جانده. که بیرون از خندوانه یه کاری بکنی یه نفر تا چند نفر خوشحال شن. میتونم در راستای کسایی که حالا میدونم هم بیماری من هستن. آها. و چون تو شرایط ممکنه شرایط بدی باشن، حالا یه بیمارستانی که انتخابش کنیم و از طرف خودم یه هدیه‌ای رو به عنوان یادگاری ببرم و بهشون بدم و خوشحالشون کنم. به اون بخش... بیماران، به اون بخشی که هستن، به بیمارانشون. آه به بیماراشون. بله. چه باحال. یعنی به همشون یه هدیه میدی؟ بدم که خیلی قشنگی. حالشون خوب شه. دمت گرم. عزیزم. خیلی باحال. خب آقای جناب خان جان میخوام خدافظی کنم از همین. ما یه کاری هم تو ذهنم، یه کار، یه ترانه اومده تو ذهنم، حالا شاید روش بخوام کار کنم. بگو. میگه که شوخی مگه بذاری بری نباشی
شوخی مگه دشوری بری این آهنگ صاحب داره. نه میدونم صاحبش هم خیلی معروف آشناس همینجا هم نشسته بیام برات. نه خیلی حمید عزیزم عاشقتون، خیلی ممنونم اومدی، دمت گرم عزیزی. مرسی از شما که قربونت برم، مخلصم. این تندیس ما رو لطفا یه جای بذار که ببینیش. حتماً. بدون که به یادتیم به یادمون باش دورتون. حتماً سپاس میکنم. به خانواده سلام برسون. سلامت و امن و موفق باشید. کنار شما، کنار شما عزیز، مخلصم. مرسی. خدافظ هیرات بس دیگه دارم خدافظی میکنم. تموم شد رفت. خب گفتم تا دورها باش خدافظ. خدافظ همیدم اینقدر لوس این لحنت رامبوت. مو هموم رفتم مون بوس کرد بو همومه بفهمه. آره دیگه حواسم نبود. چند بار جدی چند بار بوسم کرد. آره بیا اتوبوسم کنم بو هموم میدم. والا اصلا از دور بوشو میدی. بین بوم خوبه؟ چی شو؟ دکمه کت حمید. گفتم این عجب کت مسخره پوشیده. گفتم واسه این دکمه‌هاش هم علی شریف داشتی تعریف می‌کردی. گفتم مو تو مسخره‌شو تو دلم گفتم. گفتم عجب کت مسخره پوشیده. چقدر درویی. جان چقدر درویی. چه درویی چیکار کردی؟ اینی که داری میگی تو دلت یه چیز دیگه داری میگی خیلی بده. نه مو هر میگم دکمه‌اش افتاده از خودم که در نمیارم. بوس بده. ببین بو همون میدم. چطور؟ آره بابا خیلی موشون شامپون تموم شده بود مایه ظرفشویی زدم کامل چربی خیلی کار بدیه. آره چربی های پوستم خیلی خوش شده رام بود. اصلا کار بدیه. خوش شامپو تموم ممکنه شده ممکنه پوستت سرت همه چشت آسیب ببینه. جدی میگی؟ آره اتفاقا چشم خیلی آسیب دید رام بود. چجوری؟ خیلی میسوزه الان. بریم الان بعد بریم بشوریم رام بود. بریم خدافظی کنیم. ولی اجوران دیدی برات ریبن آورد. آره برای من عینک آورد. خیلی حال کردم رام. از هدیهش هم برای اهلام هم خیلی حال کردم. نگاه کن تفلک دفتر چم داری. حاج آقا شما هم ریبن داری تو خونه؟ مدارم ما ریبن اصل دار. من معذرت پیرنت بهمون ندادی ها. چی؟ پیرنت بهمون ندادی ها. ما ریبن اصل آینه بسه جان بسه. نه میدونم خجالت بکش. میگم انتقام دارم میگیرم ازش. چه انتقامیشون چیکار کرد مگه؟ میگم پیرنش بده ندار لرد بابا پیرنش در بیاره لخت خودشونه. خب ما هم الان لختم. خب تو تصمیم گرفتی بعد تو اینجا خونه زندگی داری میری لباس میپوشی. ایشون مهمونه با همون لباس اومده. به شاه حسینی میگم کوکا این لباسای ما چرک شده بنداز تو تاش دو تا لغت بزن. این خیالش نیست. وظیفه شاه حسینی نیست لباسای تو رو بشوری. نمیگم لباسای منو بشوره. میگم بندازه تو تاش یه آبی و تایدی و دو تا لغت بره روش. نمیگم بشوره. این وظیفه شاه حسینی نیست. میدونم نیست وظیفش. میگم لباسامو بندازه تو تاش یه آبی و تایدی و یه لغت بیاد روش. من خودم میدم خوشویی بشورنش. خب خلاص اینو بگو دیگه. تمام. حاج آقا لباسامو میدم خوشویی خودم. چرا به لج افتادی با ایشون؟ نه که لج نیفتادم. زبونم در میارم فقط برای آینه. چه اسمتون؟ من ناصر نیریم. آقای نیری. ناصر نیری. نیری بیمزه. بریم برای خداحافظی جان. بریم برای خداحافظی. ما درگیر عینکم شما هر کار میخوای بکن. به احترام مردم عزیز ایران بلند شیم. با
بلند شو ول کن بلند شو ولش کن بکردی تا آخرش میشینی نه اینجوری نیست بلندت کردیم کوکا اینجوری نیست وای عینکت ریبنت وای ریبنو وای ریبنو وای ریبنو خش نیفت بلند میگیم مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم خیلی شما خیلی عزیزیم آره عجقا آره بگو شما بگو خدا شما رو خیلی حفظ کنه خیلی بابا خوبه ناصر نایری بودم با شما تموم کن دیگه ناصر خان چیکار ناصر خان بیا پیش من اصلا بابا بیرون میخوام برم زیر یخمش بابا به چیکار داری ما اینه ول نمیکنم مردم عزیز ایران از ته دل دعا میکنیم آرزو میکنیم که در کنار خانوادتون باشین که مهمترین داشته هر کسیه و ایشالا که پر روزی باشید خوش روزی باشید و سلامت و ایشالا که همه مریض هم از بستر بیماری بلند شن یه لحظه صبر کن حاج آقا بیا بشین قربونت برم بیا قربونت تو بغلم بوست کنم بیا چون دید من شما رو بغل کردم ناصر نیری اون هم پسردائی ناصره بله پسردائیت بوس کردم ناصر نیری هم میشه دخترمه این پسردائی دخترمه این دیوانه شده رامبود رامبود یه لحظه بیو ببخشید ناصر خان خواهی میکنم چته؟ یه دقیقه بیشین می قشنگ بو همون میدونم بابا میدونم بذار خدافزی کنم همه سر پان رامبو چون ما 40 دقیقه تو حموم داشتم با اردکم بازی میکردم آبم باز بود همینجوری میرفت نه آب بسته بودم نه اینا واقعا داری؟ آره ما وای میرم همون ها قشنگه؟ اینقدر جیغشه دوست دارم خوبه؟ بهت نمیاد واقعا خیلی قشنگه نه؟ آره ما عاشق اردکم اردکم میخوام بدم به پسردایی ناصر ناصر اردک و مال تو پسردایی امیر شکریان امیر جون این اردکم یادگاری برای خودت باشه قربونت برم این اردک از مو یادگاری داشته باش اردک تک 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 اردک داریوش فرزیایی بیا اینجا تو هم پیدا شد چکریم برای داریوش شبی که داریوش اینجا بود خیلی شب باهی بود واقعا درود به تو بریم برای خدافظی یک دو رامبود رامبود تازه اردکه بزرگ بشه قو میشه الان اینجوری نگاش نکن جان ول کن ناصر رو ول کن با امیر معاشرت کن امیر بوم کن امیر بوم کن بو همون میدون بح امیر بوم کن بو همون میدون همون میدون برو سلام بریم آقا بسه یک دو سه شاد باشی هش افتاده از خودم که در نمیارم بوس بده بیم بو همون میدون چطور بره بابا خیلی موشون شامپون تموم شده بود مایه ظرفشویی زدم کامل چربی های بدیه آره چربی های پوستم خیلی خوش شده رام بود اصلا کار بدیه خوشامپو تموم شده ممکنه پوستت سرت همه چشت آسیب ببینه جدی میگی؟ آره اتفاقا چشم خیلی آسیب دید رام بود چجوری؟ خیلی میسوزه الان بریم الان بریم بشوریم رام بود بریم خدافظی کنیم ولی اجوران دیدی برات ریبن آورد آره. برای من عینک آورد خیلی حال کردم رام از هدیهش هم برای احلام هم خیلی حال کردم نگاه کن تفلک دفتر چم داری حاج آقا شما هم ریبن داری تو خونه؟ مدارم ما ریبن اصل دارم من مذارت پیرنت به من ندادی ها چی؟ پیرنت به من ندادی ها ما ریبن اصل دارم آینه بسه جان بسه نه میدونم خجالت بکش میگم انتقام دارم میگیرم ازش چه انتقامی ایشون چیکار کرد مگه میگم پیرنشه بده ندار لرد بابا پیرنشو در بیاره لخت خودشه خب ما هم الان لختم خب تو تصمیم گرفتی بعد تو اینجا خونه زندگی داری میری لباس میپوشی ایشون مهمونه با همون لباس اومده به شاه حسینی میگم کوکا این لباسای ما چرک شده بنداز تو تاش دو تا لغت بزن این خیالش نیست
وظیفه شاه حسینی نیست لباسای تو رو بشوری. نمیگم لباسای منو بشوره، میگم بندازه تو تاش یه آبی و تایدی و دو تا لغت بره روش. نمیگم بشوره. این وظیفه شاه حسینی نیست. میدونم نیست وظیفش، میگم لباسامو بندازه تو تاش یه آبی و تایدی و یه لغت بیاد روش. من خودم میدم خوشویی بشورنش. خب خلاص اینو بگو دیگه. تمام حاج آقا لباسامو میدم خوشویی خودم. چرا به لج افتادی با ایشون؟ نه به لج نیفتادم، زبونم در میارم فقط برای آینه آینه. چه اسمتون؟ من ناصر نیری هم. آی نیری. ناصر نیری. نیری نیری نیری. بیمزه. بریم برای خداحافظی؟ جان بریم برای خداحافظی. ما درگیر عینکم، شما هر کار میخوای بکن. به احترام مردم عزیز ایران بلند شیم. بلند شو. ول کن. بلند شو. ولش کن. بگردی تا آخرش میشینی. نه اینجوری نیست. بلندت کردیم کوکا. اینجوری نیست. وای عینکت ریبنت. وای ریبنو. وای ریبنو. وای ریبنو. خش نیفت. بلند میگیم مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزید. آره حاج آقا. آره میگو شما بگو. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. بابا من ناصر نیری بودم با شما. تموم کن دیگه. ای ناصر خان چیکار؟ ناصر خان بیا پیش من. اصلا بیرون میخوام برم زیر یه خمش. بابا بهش چیکار داری؟ ما اینو ول نمیکنم. مردم عزیز ایران، از ته دل دعا میکنیم، آرزو میکنیم که در کنار خانوادتون باشین که مهمترین داشته هر کسیه و ایشالله که پر روزی باشید، خوش روزی باشید و سلامت، و ایشالله که همه مریضام از بستر بیماری بلند شن. یه لحظه صبر کن حاج آقا. بیا بشین بشین قربونت برم. بیا قربونت تو بغلم بوست کنم. بیا. چون دیدم شما رو بغل کردم. ناصر نیری. اونم پسردایی ناصره. بله بله پسردائیت بوس کردم. ناصر نیری همیشه دختر عمه این پسردائی دختر عمه. دیوانه شده رامبود. رامبود یه لحظه بیو. ببخشید ناصر خان، عذرخواهی میکنم. چته؟ یه دقیقه بشین. می قشنگ بو همون میدون بابا میدی. بذار خداحافظی کنیم همه سر پان. رامبود چون ما 40 دقیقه تو همون داشتم با اردکم بازی میکردم. آبم باز بود همینجوری میرم. نه آب بسته بودم. نه اینا واقعا داری؟ آره ما وای میرم همون هم قشنگه. اینقدر جیغشه دوست دارم خوبه؟ بهت نمیاد واقعا. خیلی قشنگه نه؟ آره ما عاشق اردکم. اردکم میخوام بدم به پسردایی ناصر. ناصر اردکم مال تو. پسردایی امیره شکریان. امیره شکریان. امیر جون این اردکم یادگاری برای خودت باشه قربونت برم. این اردک از مو یادگاری داشته باش. اردک تک 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 اردک. داریوش فرزیایی بیا اینجا. اینجا تو هم پیدا شد. چکریم برای داریوش. شبی که داریوش اینجا بود خیلی شب باهی بود واقعا. درود به تو. بریم برای خداحافظی. 1 2 رامبود. رامبود رامبود تازه اردکه بزرگ بشه قو میشه. الان اینجوری نگاش نکن. جان ول کن ناصر رو ول کن. با امیر معاشرت کن. امیر بوم کن. امیر بوم کن بو همون میدون. بح امیر بوم کن بو همون میدون. همون میدون. بریم آقا بسه. 1 2 3